گردشگرای خارجی باید حداقل خدمات و سرویس ها به اونا داده بشه. آقای وزیر خواستم که برای گردشگرای خارجی امکانی فراهم کنه که اونها بتونن با استفاده از سیم کارت های ویژه علی بتونن نیازشون رو مرتفع کنن. یعنی واقعا درسته که گردشگر خارجی بیاد ایران نیازهای اینترنتیشو با سیم کارت ویژه ارضا کنه، بعد هموطن داخلی واسه رفع نیازش به صابون فیلتر شکن رو بیاره؟ نمیشه که گردشگر خارجی بیاد اینجا ارتباطش با دنیا قطع بشه. نمیتونیم بهش بگیم بیا از بله و ایتا استفاده کن. البته از بله و ایتا که استفاده کنن اگر چه ارتباطشون با دنیا قطع شده، ولی به جاش با ارسال هر پیام در یک لحظه همزمان با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و حراست وزارت ارتباطات و پلیس امنیت و پلیس فدا ارتباط برقرار میکنن. یه دفعه دو نفر از اینا رو میگیرن به عنوان جاسوس. نگران اینم هستن که دستگیر بشن و اینا نمیتونن به خانوادهشون هم حتی خبر بدن. خب با چه در واقع انگیزه باید بیان؟ یعنی الان گردشگرای خارجی تنها مشکلشون واسه ایران اومدن اینه که اگه گرفتنشون بتونن به خانوادهشون اطلاع بدن؟ با اصل دستگیر شدن به عنوان جاسوس مشکلی ندارن؟ همچین کسی اگه پاشد اومد ایران باید بگیرن بندازنش تیمارستان به جای زندان. ما روی گردشگری ارزان قیمت برنامه ریزی کردیم. گردشگری ارزان چیه مرد حسابی؟ سالها قبل اینکه تو اصلا وزیر بشی تو تلویزیون به مردم گردشگری بدون گردش هم یاد دادن. گردشگری نه به معنی اینه که ما بریم خارج از کشور و ارز برداریم، دلار برداریم، خرج کنیم. نه، گردشگری از خونه ما شروع میشه، از خودمون شروع میشه. مثلا توی خونمون همیشه یه جای خاصی غذا میخوردیم، حالا موقعیتمون رو تغییر بدیم یه جای دیگه غذا بخوریم. دکوراسیون منزل رو عوض کنیم. دکوراسیون رو عوض کنیم. یعنی فردا صبح اگه من برم روی توالت فرنگی بشینم صبحونم اونجا بخورم، بعدش برم رو میز نهارخوری بشاشم، واسه خودم یه پا توریست محسوب میشم دیگه.